سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی و دوستان ما در شبکه ثروتیار. عصر همگی به خیر. امیدوارم که ایام به کام باشه این روزها و حسابی هم از این بازار خوب کریپتوکارنسی استفاده برده باشید. خب من چند لحظه ای صبر کنم که تعداد دوستان به بالغ بر 100 نفر برسه و تا قبل از اینکه بخوایم وارد کلاس درسمون بشیم، این یه سمینار 2 ساعته است که توی این 2 ساعت قراره که ما با هم خیلی چیزهای مختلفی رو مرور کنیم. قبل از اینکه وارد کلاس بشیم ازتون خواهش میکنم، طی کلاس من فرصت اینو نمی کنم که تمام پیام های شما رو بخونم، سوالات رو جواب بدم. به همین خاطر سوالات رو بذاریم در پایان کلاس. چرا؟ چون در وسط دوره شاید یه مطالبی رو من گفتم که ابهام شما هم برطرف شد. اگر به نقطه رسیدیم که امکان این وجود نداشت که سوالات رو به طور کامل جواب بدیم، حالا من جسه گریخته موارد پاسخ خواهم داد، با هم هماهنگ میکنیم یک لایو اینستاگرام که اون تو من در خدمتتون خواهم بود. این از پس سبک کاریمون، یعنی سوالات رو اجازه بدین در آخر دوره باشه، چون من اینجا خیلی سخت میتونم، حالا اگه فارسی بنویسین چون این فونت‌ها به هم می‌ریزه سخت خوندنش، بعد فینگلیش بنویسین یه مقداری مشکل پیدا می‌کنیم، ولی به هر حال تا جایی که امکان داشته پاسخ سوالات رو خواهم داد. مشکلی در حین کلاس از جمله صدا، تصویر، اگر قطع شدین از شبکه رفتین بیرون دوباره لاگین بکنید و جای هیچ نگرانی نیست. این ویدیو ضبط میشه و بلافاصله بعد از کلاس شما میتونید به صورت آنلاین دوباره این رو مشاهده بفرمایید. ضمناً این فکر میکنم فردا هم آماده باشه که بتونیم این رو شما حتی دانلودش هم بکنید. توی کلاس من منابع مختلف رو بهتون اشاره میکنم، خواهش میکنم که یادداشت برداری کنید. لیست لینک هایی که میذارم اینجا رو آقای مهندس حسینی پشتیبان محترم ای سمینار برای ما تو همین قسمت وب لینک 2 که بالای همین قسمتی که شما دارین چت میکنید قرار خواهد داد. یک سری فایل من در قسمت فایل 2 قرار دادم که مربوط به یکیش پرزنتیشن کلاسه، یکی دو تاشم یک سری مستنده که برای این جلسه احتیاج داریم، حتما اونا رو دانلود بکنید و بعدا بهش بپردازید. خب هیچ چیزی خریدنی نیست اینجا. همه محتوای این کلاس و این 2 ساعت کلاسی که با هم داریم رایگان هست، چه این ویدیو باشه چه لینک هایی که بهتون میدم، حتی یه سری لینک هم بهتون میدم که تخفیف خوب توش داره، میتونید ازش استفاده کنید، میتونم حالا به هر حال از جاهای دیگه انتخاب کنید. خب رفتیم بالای 100 نفر، کلاس رو شروع کنیم. من مطمئن هستم که خب آدم هایی که این موقع روز اومدن توی همچین سمیناری شرکت بکنن و از همه مهمتر این موقع سال با این ترافیک شلوغی که از نظر کاری وجود داره، حتما حتما دنبال یه گین خوب هستن و میخوان یه اتفاق خوب برای خودشون رقم بزنن و بهتون این نوید میدم که از جای خوبی شروع کردید. من مدت زیادیه که در حوزه کریپتوکارنسی اصلا کلا بازارهای مالی فعال هستم. شاید اسم ثروتیار به گوشتون خورده باشه، تقریبا از 15 سال پیش در حوزه بازار سرمایه فعال بودیم، به همراه دوستانمون و وبسایتی به نام ثروتیار داشتیم، تو حوزه سیگنال خرید و فروش بود و کلی ابزارهای مختلف بازارهای مالی. به انضمام اینکه چند سالی هست، حدود 5 سالی هم هستش که در حوزه کریپتوکارنسی وارد شدم و خب این بازار رو جذابتر از بازارهای دیگه دیدم، چه از نظر درآمدی چه از نظر استفاده از ابزارهای مالی متعدد، و هرچی جلوتر رفتم به اون علاقمندتر شدم، تا اینکه چند وقتی هستش که تصمیم گرفتم که کلاس رو به صورت حضوری و وبیناری تشکیل بدم. خب خود موضوع کرونا باعث شد که به قول معروف این ارتباط ها به صورت ارتباط های از راه دور باشه و در نظر داشته باشید که خب به هر حال اینها مواردیه که کمک میکنه که ما بتونیم ارتباط موثرتر و طولانی تری با هم داشته باشیم. ضمناً در حوزه آموزش من تقریبا یک سالی هستش که ویدیوهای آموزشی رایگان هم تهیه کردم، در کانال یوتیوب گذاشتم که اینجا هم براتون به اشتراک میذارم و از اونها میتونید به عنوان ابزارهای کمک آموزشی استفاده کنید.
سالهای قبل هم بحث راه اندازی کانال ثروتیار رو در سایت آپارات داشتم، بالغ بر 1000 عدد ویدیو الان در کانال آپارات به اشتراک گذاشته شده. همه این مواردی که خدمتتون گفتم رایگان هست و شما میتونید به راحتی از این خدمات استفاده کنید. خیلی چیز سختی نیست، شما هم میتونید هم دانلود کنید اون ویدیوها رو، هم میتونید که به قولی آنلاین هم نگاه بکنید. این 1000 عدد ویدیو تمام چم و خم بازار سرمایه رو داره میگه، از جمله یک مجموعه زیادی در حوزه تحلیل تکنیکال. قسمتی از این ویدیوها من خودم تهیه کردم، صدای من هم روی ویدیو ضبط شده و اینکه بقیه هم دسترنج بقیه دوستان هست، فقط من گردآوری کردم و همه این به صورت رایگان توی اینترنت و حالا به صورت خاص توی آپارات بوده که فقط من اینجا جمع آوری کردم و اشتراک گذاشتم و کلانم رایگانه، میتونید دانلود کنید و به دفعات ازش نگاه کنید. حالا من در ادامه کلاس دونه دونه این لینک ها رو به شما میدم. خب میخوام ببینم که مشکلی برای صدا یا تصویر که ندارن دوستان. بسیار هم عالی. ببینم چند نفر شما درگیر بازار سرمایه بودین. دوستانی که درگیر بازار سرمایه بودن یه دونه مثبت بفرستن. من امکان اینو ندارم الان میکروفون دوستان رو باز بکنم چون تعدادمون هم زیاده، یه مقدار سخت میشه. ماشاءالله ماشاءالله همه میبینم که همه درگیر بازار سرمایه بودین و سهمای قلمبه ملمبه خریدین و ایشالله همتون هم سود کردین دیگه. عالیه عالیه، ایشالله که پورتفوهای سبز و خوبی داشته باشین. من درک میکنم این بازار یه اتفاق عجیبی توش افتاد و خیلی ها متضرر شدن، خیلی هم زرنگ بودن، زود از بازار خارج شدن یا رفتن تو فاز نوسانگیری و ارتباطهای خوبی داشتن. یه چیز همین اول کار بهتون بگم، اگر در بین دوستانی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن آنلاین، اگر دارین آنلاین منو میبینید، کسی هست که فکر میکنه از بازار کریپتو میتونه یه شبه میلیاردر بشه، همین الان کلوز کنه بره بیرون. این بازار شرایط خاص خودشو داره. ما توی بازار بورس یه دامن نوسان 5% داریم، یه حجم مبنا داریم، یه ناظر داریم، سهم باز میشه بسته میشه باطل میشه. تو کریپتو همچین چیزی رو اصلا ندارید شما. تو بازار کریپتو چیزی به نام ناظر نداریم ما، همه ماشاءالله نوسانگیرن، همه نهنگن. مانیپولیشن به معنای دستکاری در قیمت بسیار زیاده، اما عمق بازار فوق‌العاده زیاد. الان بالغ بر 1 تریلیون دلار ارزش مارکت کپ کریپتوکارنسیه که حدود 60% هم اصلا در اختیار بیت کوینه. پس در نظر داشته باشم که یه همچین بازاری یه صبری میخواد، بلدی میخواد، تکنیک باید بلد باشین. دونه دونه اینا رو میریم جلو، من بهتون اشاره میکنم، هینت هم بهتون میدم. ببینید توی بازار کریپتو انواع تحلیل ها رو یاد میگیرید شما، عالیه. اما یه تحلیلی که خب همه تحلیل تکنیکال شنیدن، را دست همه هم هست، چون اینجا بازار بزرگ عمقش هم زیاده، جامعه میل میکنه به سمت نرمال بودن، پس تکنیکال روش جواب میده. من بهتون نقاطی رو نشون میدم که تکنیکال جواب نمیدهد. تکنیکال لازم، شرط لازم هست، اما به هیچ عنوان کافی نیست. کافی چیه؟ تا انتهای کلاس با من همراه باشید بهتون اون قسمت کافی رو بهتون خواهم گفت. یه تیکه‌ای هم دارم برای اونایی که یه ذره میخوان از یه زاویه دیگه به موضوع نگاه کنن، یعنی یه مقداری به قول معروف ذهن بازتری دارن، میخوان که گین بهتری از بازار بگیرن، روند رو بهتر تشخیص بدن. و توی اون تکنیکی که در آخر کلاس خواهم گفت، دوستانی که تو بازار کریپتو کار میکردن، تو بازار بورس تهران کار میکردن، بر اساس این مدلی که من میگم سیگنال خروج و برج آخر برج دو گرفتن. شما اوایل خرداد های 10-15 روزی 20 روزی بازار خوب بود، خوبم میفروختن، سفارم خوب میدادن، هر روزم سهم میرفت بالا، کسی هم حاضر نبود بفروشه.
که یه دفعه قفل شد، تا امروز هم میبینیم شده سوهان روح، یه ذره میره بالا یه ذره میاد پایین، دلار میره بالا یه دو روز بالا بعد دوباره میاد پایین، بعد همه چی به هم ریخته است. شما الان با این تصمیمی که گرفتی که فقط بیای گوش کنی، نه اینکه بیای تو بازار کریپتو گوش کنی، اتفاق بزرگی برات افتاده. اول از همه اینکه شما یه آدمی شدین که توی بازار بورس که یک پلتفرم خوبو یاد گرفتین، با یه بازار بین‌المللی، بازار پر ریسکی آشنا شدین، حالا می‌خواید بیای توی بازار تراز اول دنیا کار کنی. شما با اون بک‌گراند بازار سرمایه من بهتون قول میدم موفق خواهید بود، اما برای موفقیت احتیاج به یک سری کارهایی هست که سرنخاش اینجا بهتون میدم. شما دوستان یه سری هستن که ترجیح میدن که برن سر کلاس حضوری بشینن، یه سری ترجیح میدن که کتاب بخونن، پکیج و بسته آموزشی بخرن، دانلود کنن، بخونن، ببینن، یادداشت برداری کنن. یه سری حاضرن که برن مثلا چه میدونن یه معلم خصوصی بگیرن، در چند جلسه همه این داستان رو کپسولی بهشون بده، زیپ بده، برن آنزیپش بکنن تا یاد بگیرن. یه سری هم هستن به هر دلیلی دوست ندارن هزینه بکنن و من درک میکنم این مسئله رو، و برای همه این چند تا گروه سلوشن دارم. ادامه کلاس ما هم بریم. خب احتمال خیلی زیاد وقتی داشتین ثبت نام میکردین با این حداقل دیدین سر کلاسی که میخواییم بریم بشینید دیگه. من محمد رضا مباشرفر هستم، دانش آموخته رشته مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی و رشته مهندسی صنعتی دانشگاه آزاد تهران شمال. پایان‌نامه من در مقطع کارشناسی ارشد در حوزه مالی رفتاری و تاثیرپذیری اون در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار بورس تهران بوده، مربوط به 11 12 سال پیش هم هست و از همون موقع من به موضوع بیهیویرال فایننس یا مالی رفتاری بسیار علاقمند شدم که جذابیت‌های موضوع رو در ادامه بهتون میگم. حدود 15 ساله در بازار سرمایه فعال هستم، حالا به صورت مستقیم اکثرا بوده یا به صورت سبدگردانی. بحث مقالات مختلفی هم در حوزه کریپتوکارنسی و کلن بازار سرمایه و بازارهای مالی داشتم، یه تعدادش اینجا لینک گذاشتم روی این پرزنتیشنی که اینجا براتون گذاشتم، این بغلم تو فایل 2 هست، میتونید دانلود کنید ازش استفاده کنید بعدن. سابقه به عنوان معلم در دانشگاه علوم اقتصادی که الان مرج شده با دانشگاه خوارزمی تدریس داشتم و دوره‌های مختلف 0 تا 100 ارزهای دیجیتال و آشنایی با بازار سرمایه و کلی هم ویدیو بالغ بر 100 تا ویدیو آموزشی رایگان هم در یوتیوب برای شما به اشتراک گذاشتم که میتونید ازش استفاده کنید. این شماره تلفن منه 0937 37 47 014. برای من میتونید پیام بذارید، تکست یا پیام صوتی بذارید، در اولین فرصتی که برسم همه پیام ها رو پاسخ میدم. شاید امکان تماس تلفنی برام وجود نداشته باشه به خاطر تعداد بسیار زیاد تماس و خواهش میکنم برای من پیام بذارید، حتما پاسخ میدم. مشکلی پیدا شده برای واتساپ، هم واقعا هم نمیدونم باید چیکارش بکنم، بلاک هم کرده نمیذاره پیام بفرستم یا جواب کسی رو بدم. حالا امیدوارم که حل شه، براشون ایمیل زدم و توی اسلایدی که الان شما میبینید زیر عکس من شماره تلفن هست 0937 37 47 014. خب این سمینارم گفتم شما توی این داستان امروز که الان 7:15 دقیقه هست یاد میگیری چجوری بیت کوین بخری بفروشی، کلی هم بکدور بهت یاد میدم که اگه بچه زرنگ باشی بیت کوین رو از اینجا بخری ببری به این صرافی خارجی ها بفروشی، یه دونه پشتک بزنی روش یه گینی بگیری، یا نه از اونا بخری بیاری اینجا بفروشی، یا اگه مثلا دیدی اینجا یه سری ارزایی نیست یا کمه بری از اون خارجیه بخری بیاری اینجا بفروشی، یا این هزار تا راه اینجوری بهت یاد میدم که حالا یه تیکه از این موارد به آربیتراژ هم ازش یاد میشه. توی این دوره خب که گفتم این قرار انجام بشه، هدفمون هم که شما رو توانمند بکنم جهت حضور در بازارهای بین‌المللی، و پیش نیاز این داستان فقط و فقط علاقه است. من در چند ترم گذشته که یه دوره ای رو با یونسکو در ایران برگزار میکردم به همت مؤسسه یونیتک، دانشجویی داشتم که برای من پیام گذاشت که استاد من اصلا تا الان هیچ فعالیت در بازار مالی نداشتم، اینم خیلی اتفاقی دیدم شنیدم بیت کوین خوبه اومدم.
واقعش من ترسیدم. این دانشجو جلسه دوم بیت کوینش رو خرید. اتفاقا عددارم دارم. این جلسه اولی که من با اینا داشتم، بذارید بخونم عدد رو دقیق. دقیقاً اینجا دارم براتون میگم. ارزش روز یک واحد بیت کوین در تاریخی که این کلاس با یونسکو داشت برگزار میشد 490 میلیون تومان بود. الان چنده؟ قیمت بیت کوین الان چنده؟ دوستان که اومدن سر این کلاس یه نگاهی کردن، بله 1300، 1400. و جالب براتون بگم که مشتری هستش میاد میگه من 100 تا میخوام، 20 تا میخوام، 50 تا میخوام. میدونید با این عدد میشه 100 میلیارد تومان. بعد کسی که میخواد بفروشه، صراف، ماینر، هر چی هست، بهش که زنگ میزنم میگم آقا یه مشتری 100 تایی هست مثلا 100 میلیارد تومان میشه، چقدرش ریزشه؟ میگه هیچی، من حاضر نیستم یه قرونی تخفیف بدم روش. چرا؟ میگه همین الان همین 100 تایی که تو میگی رو من تو بازار آبش میکنم. و جالب بود چند روز پیش یه خبری من خوندم، میگه که تعداد زیادی از سرمایه‌گذار تو بازار سرمایه اومدن سمت بازار کریپتو و جالبتر این که منابع مالی خوبی رو هم با خودشون آوردن. به هر حال من همیشه این حرف من نیست و من اینو روحانی میکنم عملا برای شما. بزرگان اقتصاد میگن پول ترسوه، میره جایی که براش امنیت وجود داشته باشه. میاد تو بازار کریپتو، چرا؟ چون تا جایی که بازار کریپتو رشد کنه، فردا اگه این بازار خراب شد منم میرم رو بازار نفت و انرژی، میرم رو بحث طلا، میرم رو کامودیتی های دیگه کار کنم، میرم تو فارکس کار کنم، میام اگه بازار بورس خودمون عالی شد که اینجا که دیگه عالیه، میام همینجا شروع میکنم کار کردن. پس ما هیچ عقد اخوتی با بازار کریپتو نمیبندیم. تا زمانی که بازده میده ازش بازدهشو میگیرم. زمانی که بازار کله کرد میخواست اصلاح کنه، خداحافظ شما. بهت میگم امروز که از کجا میتونیم باهاش دست محکم بدیم و وایسیم پاشو ازش گینمونه بگیریم. متاسفانه ما ایرونی ها خیلی از این بازار عقب موندیم، خیلی عقب موندیم. و دلیلش هم اینه که واقعا نمیدونم ماها دیر جنبیدیم، اونایی که زرنگ تر از ما بودن خیلی سریعتر رفتن، خبر ندادن، نمیدونم، ولی میخوایم که فاصله عقب موندگیمون رو جبران کنه. مهارت هایی تو این دوره و یک سری دوره من به شما معرفی میکنم توی این کلاس امروز که اگر دوست داشتی میتونی بیای سر کلاس بشینی گوش کنی، نه راشو بهت یاد میدم، برو از تو اینترنت پیدا کن. هیچ چیزی هم ازت اضافه تر نمیخوام، همش هم رایگان گذاشتم. نه تنها من، هر دوره آموزشی که داره برگزار میشه بهت پکیج میفروشه، سی دی میفروشه، کلاس آنلاین مثل من داره برگزار میکنه، کلاس آفلاین برگزار میکنه، کلاس حضوری و خصوصی و نیمه خصوصی برگزار میکنه، همه اطلاعاتش تو اینترنت هست. همونا رو میگیره، میخونه و چون یه بار مسیر رو رفته، ارتباطات اینا رو میدونه دقیقاً چه جوریه. شما رو دو هفته ای میرسونه سر نقطه که باید برسی. یه سری آدم هستن میگن نمیخوام هزینه کنیم، سرعت یادگیریمون هم خوبه، زودتر از اون دو هفته میرسیم. ای والا دارن اینا. ولی یه سری هم هستن که میرن تو این هزار توی اینترنت گم میشن و خب فرصت بازار رو از دست میدن. بازار کریپتوکارنسی هفته 24، فارکس نیست شنبه یه شنبه نداشته باشه، بورس نیست پنج شنبه جمعهش تعطیل باشه، از بورس نیست که 8:30 شروع بشه 12:30 خداحافظ شما تعطیل. هفته 24 زمانی که خوابیدی، چینی ها دارن، یعنی قبل اینکه ما خواب بیداشیم چینی‌ها حمله کردن سمت خرید و فروش، هندی‌ها شروع کردن. 1 میلیارد و چقدرن هندی‌ها؟ 1 میلیارد 300، 1 میلیارد 700 فکر کنم چینی‌ها. جمع این دوتا نصف کره زمین میشه. امریکایی‌ها، جالبه براتون بگم، یه سری ارزایی هست که به دلیل اینکه یه محدودیت قانونی دارن اینا نمیتونن بخرن، میان سراغ صرافی‌های روسی، میرن تو اونا میگردن دنبال خرید و فروش اینا. میدونه دیگه یه کیف پول توی شبکه بلاکچین اصلا کسی به کسی نیست، میدونن توش چقدره ولی نمیدونن مال کیه، میتونن حدس بزنن ولی با سعی خطا. تو این دوره من بهت و کل این سایکلی که میتونی با من بگذرونی، چه کلاسمو بیای بشینی، چه این تیکه های منابع رایگانی که بهت دارم آدرس میدم و بری، شما یک مهارتی یاد میگیری که هر جای دنیا از هواپیما اومدی پایین
لپتاپتو باز کردی گذاشتی کاره. مهارت کار کردن در بازار بین‌المللی رو پیدا می‌کنی، درآمد دلاری خواهی داشت. به هر حال منم دارم تو این جامعه زندگی می‌کنم، می‌فهمم به هر حال هزینه‌های زندگی چجوریه و چه اتفاقاتی افتاده و چه شرایطی بر ما حاکم هست. لذا پس درآمد دلاری داشتن یکی از بهترین فرصت‌هاست. ضمناً اینم بهتون بگم، تا الان از ایرانی‌ها فعلا برای خرید و فروش بیت کوین مالیات نگرفتن. هر جای دیگه دنیا که نگاه بکنید مالیات داره. یه چند روز پیش داشتم یه خبری میخوندم تو آفریقای جنوبی، میگه باید اعلام کنید و اظهار کنید و اگر نکنید حکمش زندانه. این آقای ایلان ماسک که همه میشناسن درسته؟ بله بله، این مثبته، خیلی حس خوبیه. هرچی اونایی که اوکیان ایلان ماسک رو میشناسن اون به علاوه رو بزنن بیان بالا. ضمن بازار بورس 8.5 تا 9 پیشگشایشه، 9 شروع بازاره. دیدم یه پیام این وسط ها بود. این آقای ایلان ماسک به دلیل اون اظهاری که باید میکرد در خصوص خرید بیت کوین برای تسلا، چه اتفاقی افتاد؟ این بابا تا گفت، یعنی تایم ما ایرونی ها همه خواب بودن، صبح بلند شدن دیدن یا حسین 6000 دلار رفت بالا. طی صحبت ایشون آدم تاثیرگذاری یا دوچ کوین رو ترکوند، بعد اومد ولش کرد افتاد پایین. حالا بهتون میگم این تاثیرگذاری اینا چجوری باید بهش دقت کرد. از بین این همه کوین یه چیز فکر میکنید چه تعداد کوین و توکن تو بازار کریپتوکارنسی وجود داره؟ ما مثلا بیت کوین رو میشناسیم، اتر رو میشناسیم، ریپل رو میشناسیم، کاردانو رو میشناسیم، مونرو رو میشناسیم. حستون چقدره؟ 500 تا، 5000 تا، 1000 تا، 7000 تا، 8000 تا، 8000 تا، 1300 تا، 50000 تا، بالای 6000 تا، 2000 تا، 70 اوه 70000 تا. یه فکر کنم همینطوری یه دستت رو اینتر گرفته ها، صفر رو زدی. درست گفتین، بالغ بر 8000 کوین و توکن تو بازاره. بالغ بر 8000 کوین و توکن. چجوری من اینا رو بگردم؟ کدوما بهتره؟ این خودش مهارته. همه این کوین تو کنار بذاریم و میریم این بر سراغ آی سی او ها. همه با عرضه اولیه سهام آشنا هستن دیگه، عرضه اولیه دیدن چیه دیگه، درسته؟ مثبت ها رو بزنید. عرضه اولیه سهام میدونید چیه؟ در شرکت کردین که بهش میگن چی؟ آی پی او. عالیه. این آی پی او یعنی عرض اولیه سهام تو بازار کریپتو هم هست، بهش میگن آی سی او، اینیشیال کوین آفرینگ، عرض اولیه سکه. وای وای، اون روزایی که مثلا این کوین های چند هزار دلاری یا چند صد دلاری، مثلا 1000 تاشو میخریدی 1 دلار، از بین اینا کدومو برم شکار کنم؟ ایردراپ چیه؟ ایردراپ که میدونی، اگر هم نمیدونی امروز بهتون میگم. اوسای ایردراپ همین بچه های هندی هن. شما برو تو یوتیوب، اصلا هندی ها قبضه کردن. ای والله دارن. نمیدونی چه جوری دارن روی این بهشون میگن ایردراپ هانتر. شکارچیه ایردراپ. یاد یه سری کیف پول رو بهتون میگم و بعد انشالله در دوره های مختلف اگر دوست داشتین میایم انواع کیف پول رو میبینیم، یک کیف پول درست ایجاد بکنیم، توی این کیف پول چجوری میتونیم منابع مالیمون رو جابجا بکنیم و قص علا هازا. خرید و فروش هم که دیگه قطعا یاد میگیری. من به غیر از این دوره دو ساعته که با هم داریم، دو تا دوره جداگانه دارم که سرفصلاش اینجا نوشتم. یه 0 تا 100 دارم که بحث زنجیره بلوک رو میگم کامل، و توی این دوره که امروز با هم میگذاریم بعضی از اونها رو جسته گریخته گذاشتم تو سرفصلمون که بتونیم ازش استفاده کنیم. 14 سرفصل میشه در دو گروه، همونطور که میبینید یک زنجیره بلوک تا 9 روش های کلاهبرداران ارزهای دیجیتال، در دوره پیشرفته تحلیل و معامله گری حرفه‌ای از آشنایی با استراتژی های معاملاتی میگم تا مالی رفتاری، روانشناسی معاملات و شاخص های پیش بینی قیمت بیت کوین، به غیر از فاکتورهای تکنیکال. تکنیکال شرط لازم هست اما کافی نیست، و کلی مطلب دیگه.
قبل از اینکه برید درگیر بازار شین، یه خواهشی ازتون دارم. از همین امشب که شما گوگل بکنی، بزنی یه چیزی در مورد مثلا بزنی بیت کوین، مثلا دنبال بیت کوین می‌گردی، دنبال فری بیت کوین، دیدین همه دنبال چیز مفتی هم بزنیم، جز اون ترند هاست بالاه، هشتگش هم قویه، هشتگه با ارزشیه. اما مطمئن باش شما بالاخره در دام یکی از این سایت هایی میفتی که از منابع کامپیوترت، لپتاپت، گوشیت، اگر مسئولیتی در یه شرکتی داری یا صاحب شرکتی هستی، این اتفاق تو شرکتت داره میفته. گوشاتو باز کن، چشاتو ببین، چشاتو بشور قشنگ، ببین چه خبره اون تو. این اتفاق به دفعات افتاده. اول از همه روی سیستم شخصی خودت یک افزونه ماینر بلاک توی گوگل کرومت بزن، تو فایرفاکس همین مسیر آپشن پرایویسی کاستم کریپتو ماینر رو تیکشو بزن که اجازه ندی این سایت هایی که پشتش اومده یک سری کد نوشته که از وقتی بهش وارد میشی از منابع کامپیوتریت و سخت افزاریت استفاده کنه برای ماین کردن، حداقل اینجوری بلاک شه، کولی مفتی به کسی ندی. و دقت داشته باشین بهتون حمله میشه، چون میدونن این آدمی که اومده سراغ بیت کوین شاید یه کیف پولی هم روی لپتاپش داشته باشه یا الان نداره بعدن ایجاد بکنه، پس یه آنتی ویروس حتما خوب، یه لایسنس داری مثل کاسپرسکی که میتونید ریالی هم تهیه بکنید، حتما روی کامپیوترتون نصب بکنید که اتفاق بدی براتون نیفته. نمونه های بسیار بسیار زیادی من دارم براتون تعریف کنم که طرف در حد چند تا بیت کوین، حالا آدمای معمولی در حد چند تا بیت کوین از دست دادن، که وقتی بیت کوین در فروردین سال جاری یعنی فروردین 99 حدود 80 تا 90 میلیون تومان قیمتش بود، الان شده 1.300. طرف اشتباه کرده، منابعش از دست داده، ازش زدن بردن. بحث زنجیره بلوک هست. این سرفصل کلی من در دوره های تکمیلیمه، اما قسمتی رو ازش میخوام با هم مرور کنیم و بعد برم سراغ یک اکانتی درست بکنم توی صرافی. توی اون صرافی من به شما یک لینکی میدم به واسطه حالا سابقه فعالیتی که من با اونجا داشتم و حالا ارتباطی که هست، 10% تخفیف تو خرید، تو کارمز خرید داری، 10% توی کارمز تخفیف داری. و هیچ اصراری هم ندارم با این صرافی کار کنید، فقط به عنوان آزمایشی و نمونه دارم توی کلاس درسش میدم و بعد میتونید شما هم استفاده فقط ببینید، بده حال با هر صرافی که دوست داشتی کار کنی. دلیل انتخاب من بهتون خواهم گفت، مستندش هم همین بغل تو قسمت فایل دو گذاشتم، میتونید اونجا هم ببینید. دوستان از این معادله 5 به اضافه 3 به اضافه 4 به اضافه 4 مساوی 16 چه حسی دارن؟ دوستان از این شکل و این معادله، این شکل که میدونید، این عکس رو من از اگر دوستانی که وست فیلم وست وورد و سریال وست وورد رو دیده باشن، این بیانگر یک شبکه تو در تو بود دیگه، کسی به نظرتون این 5 به اضافه 3 به اضافه 4 به اضافه 4 چیز خاصی رو به ذهنتون متواتر میکنه؟ بله بله آقای روح الله، اون هزار تو دقیقا درست اشاره کردی، معلومه سریال دیدینا. امیدوارم که تا آخرش رفتین دیگه، آخر که نداره، فکر کنم همچنان دارن میسازنش. این هزار تو، این هزار تو چیه؟ آفرین آفرین، یه جوابای صحیح این وسط ها داره میاد، یک جواب های صحیح این وسط داره میاد. بله این 141 نفری که الان تو سر کلاس، 141 نفری که آنلاین هستن، توقع دارم همه بیان توی مباحث شرکت کنن. و 5 سال دبستان خوندی، 3 سال دبیر راهنمایی خوندی، میشه 8، 8 و 4، 4 سال دبیرستان میشه 12 به اضافه 4 میشه 16، یه 2 هم روش خوندن بعضیا میشه 18، یه پنجم پشتش رفتن، 23 سال از عمرمون رو صرف آموزش هایی کردیم که امروزی که روبروی هم نشستیم بعضی از اون فرمولا اسم درس ها یادمون نیست.
مباحثی یاد گرفتیم که شاید توی زندگی عادی و روزمره ما خیلی به درد نمیخورد و نمیخوره. مباحثی رو از کنارش مثل آب خوردن رد شدیم که امروز که من دارم با شما کلاس برگزار میکنم، وقتی میام از ذریب همبستگی میگم، از پیرسون توضیح میدم، عرض شود که شارپ ریشیو رو میام مطرح میکنم، کسی که فوق لیسانس هم خونده یادش نیست اصلا. و واقعا این خطرناکترین اتفاقی بوده که تو زندگیمون افتاده. 16 سال از زندگیمون رو گذاشتیم، مطالبی یاد گرفتیم که لازم بوده ولی کافی نبوده. ولی تو این 16 سال یه سال زمان نذاشتیم، یه ترم به ما آموزش حوزه سرمایه گذاری و مالی ندادن. من دانشگاه علوم اقتصادی درس دادم، دانشجو هم داشتم، 5 سالم اونجا تدریس داشتم. به غیر از سر کلاس من هیچ کلاس دیگه این به این نحوه ورود تو بازار سرمایه را نگفته بودن. میانه 1 و 2 پاس میکرد، اگه پاس میکرد انگار نصف مسیر رو رفته. حسابداری 1 و 2، نمیدونم مالیه 1، فلان بهمان. اما وقتی که میومده این بابا میخواست بیا تو بازار بورس، اصلا چیزی نمیدونست. یعنی یک کسی نیومده تجربه معامله‌گری رو بهش منتقل کنه. و خدا رو شکر بعد از اون تعداد زیادی از دانشجوهای من به واسطه علاقه که من داشتم و این رو سر کلاسم بیش از برنامه توضیح میدادم، وارد این بازار شدن. و متاسفانه این داستان حاکمه بر کل دنیا. جالب براتون بگم، من زمانی که داشتم دوره‌ای رو با یونسکو برگزار میکردم، توی اون دوره یه تیکه کلیپی به من دادن که این کلیپ رو گذاشتم توی صفحه اینستاگرامم، الان آدرس صفحه اینستاگرامم اینجا مینویسم، که توی اون داشت میگفت چی؟ میگفت سازمان ملل میگه اگر ما بتونیم روی توانمندی مالی، دانش مالی و درک مالی مردم توی دنیا کار کنیم و اون رو افزایش بدیم، به صورت مستقیم طول دوره عمر و کیفیت زندگی اونها رو افزایش خواهیم داد. و این رو به عنوان یونسکو به عنوان سرفصل خودش به تمام دفاترش در سراسر دنیا ابلاغ کرده و بهشون گفته کارهای انجام بدین که بتونید منتج بشه به این داستان. کار بزرگیه ها. ببینید، پس این مسئله من نیستش که اومدم نظام قدیم خوندم، نظام جدید خوندم، حالا الانم نصفش که کروناست، همه تو خونه و در و دیوار، همه بچه ها میرین تو کوچه خیابون دارن بسکتبال بازی میکنن. بازی اصلا کسی، من نمیدونم واقعا چجوری درس خوندن امسال. و این تیکه تیکه مهمیه. ببینید، داستان زنجیره بلوک که معادل فارسی بلاکچین هست، و اینجا هم یادداشت کردم بلاکچین یعنی زنجیره بلوک، بلاک بلاک زنجیرش هم که همون چین میشه، این محلی از تلاقی سیاست، اقتصاد و تکنولوژی. چین و هندوستان دارن روی پلتفرمی کار میکنن که پاسپورت سلامت برای مردم خودشون درست کنن. اگر این آدم مثلا دچار بیماری عفونی هست، اجازه ندن که وارد مترو بشه، وارد سینما بشه، یه جاهایی که جاهای عمومیه. یا اگر توی جاهایی های ریسک احتمال مثلا ابتلا به یه سری ویروس ها زیاد باشه، آدم هایی که از نظر بنیه جسمی مشکلی دارن یا بحث گیر و گرفتی توی دی ان ای شون به قول معروف وجود داره، اجازه ندن بیان اون تو که مبادا مبتلا بشن. خب این دیتا رو چجوری جمع میکنه؟ چجوری میخواد به اشتراک بذاره؟ چجوری میخواد کنترل کنه؟ پس نقطه تلاقی سیاست، اقتصاد و تکنولوژی شد بلاکچین. اینترنت سال 1994 به وجود اومد، بلاکچین 2008. کاری که اینترنت و ایمیل به صورت خاص، پست الکترونیک با اداره پست انجام داد، بلاکچین امروزی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، اینو از من یادگار داشته باشید، با سیستم مالی که حالا منظورم همون سیستم بانکی هست و سیستم بازار سرمایه خواهد کرد. مصداقش رو بهتون میگم. ساتوشی ناکاموتو که معلوم نیست آدم، شرکت، نفر، تیم، کلی هم ابهام روش وجود داره، کسی بوده که اومده تو حوزه کریپتوکارنسی و به صورت خاص رو بلاکچین کوین بیت کوین رو به وجود آورده. این اولین نقطه بوده برای شروع فعالیت و سامانه ثبت داده و گزارش اطلاع در میان اعضای شبکه است. دفتر کل توزیع شده رو بهش میگن چی؟ دیستریبیوتد لجر،
بهش DL هم مخفف میگن. این شده زنجیره‌ای که اینها به هم وصل هستن. نوت ها هر نقطه ای از این، شما فرض کنید که توی همون ساختمونی که دارین زندگی میکنید یا محل کارتون، همه اون کامپیوترها اومدن به یه با یه توپولوژی، یه همبندی به قول معروف، وصل شدن به سرور شرکت. حالا بلاکچین هم اینجوری فرض کن، ارتباط همه این کامپیوتراست، ولی چیزی به نام سرور مرکزی وجود نداره. همه اینا خودشون یه سرورن و همشون هم همزمان با همه در ارتباطن. و این مزیت بلاکچینه که باعث شده که روش تقلب به صفر برسه، دستکاری در محتوا به صفر برسه. تو همین کشورهای دوست و برادری که در دورور جغرافیای کشور عزیزمون هستن، ترکیه امسال پول دیجیتالش را میندازه، چین را انداخت، امارات متحده عربی که میخواد خودش رو تبدیل کنه به هاب فناوری بلاکچین در خاورمیانه، کلی کار قشنگ انجام داده. ثبت اسناد املاکش رو برده، پاسپورتش رو داره میبره اون سمت، ویزاش رو داره میبره اون سمت، و اصلا یه اتفاقات عجیبی داره میفته. و سرعت زنجیره بلوک و هم داستان بلاکچین فوق العاده بالا هست برای توسعه خدمات. بریم جلوتر. اینقدر این بحث شیرینه که من 4 ساعتم حرف بزنم خودم دلم آروم نمیگیره، بازم محتوا وجود داره. هشم به اون توانمندی استخراج میگن. دفتر کل توزیع شده سازمانی هم داریم، Distributed Ledger Organization. کلن بلاکچین یه سیستمیه که گفتم همه این کامپیوترها و همدیگه وصل شدن، سیستمیه برای ذخیره و گزارش‌دهی که بر روی یک یا چند سرور و دیتابیس متمرکز نیست، بلکه به صورت توزیع شده در کل شبکه است. یعنی تمام اون اطلاعاتی که شما الان رو کامپیوتر خودت داری، انگار رو کامپیوتر بغل‌دستی و بالعکس، اطلاعات اونا هم رو سیستم تو هست. و این اون مزیت این بلاکچین هست. بریم جلوتر ببینیم مفهوم چیه. و قابل استفاده در جاهایی که نقش ترت پارتی توش زیاده. یعنی بلاکچین جایی میاد وسط که ترت پارتی یعنی عامل، شخص سوم، یه شخص سوم حقیقی یا حقوقی، یک شرکت ثالثی وجود داره که داره خدمات میده. ببینید توی حوزه بلاکچین این جریان اتفاق میفته. نگاه کنید سمت چپ تصویر، سنترالایز نتورک. این همین حالتیه که شما توی محل کارتون دارین یا دارین مثلا تو دانشگاهتون همچین فضایی وجود داره. اما وقتی که دفتر کارتون متمرکزه، مثلا یه دفتر اینجا دارین، یه دفتر اصفهان دارین، تبریز دارین، دبی دارین، آنکارا دارین، یه همچین شکلی میشه، شکل وسط، یعنی دیسنترالایز نتورک. اما تو حوزه بلاکچین میشه دیستریبیوتد نتورک، یعنی همه با هم در ارتباطن. بریم یه تیکه فیلم ببینیم با هم و دوباره برگردیم. دوستان همونطور که گفتم من پایان کلاس به سوالاتتون کامل پاسخ خواهم داد. ضمناً با هم هماهنگ میکنیم که یه لایو اینستاگرام هم بریم اگه نتونستیم همه چی رو همون لحظه جمع و جورش بکنیم. من اینو بازش بکنم. یه سری من توی کلاسام از یک سری ویدیوهای آموزشی استفاده میکنم که این ویدیوهای آموزشی امروز فناوری که بلاکچین محبوبیت زیادی پیدا کرده. یه لحظه. اما بلاکچین چیه؟ چطور کار میکنه؟ چه مشکلاتی رو حل میکنه؟ و چطور میشه ازش استفاده کرد؟ همونطور که از اسمش پیداست، بلاکچین به زنجیری از بلاک ها گفته میشه که اطلاعاتی رو در بر دارن. این تکنیک برای اولین بار در سال 1991 توسط گروهی از پژوهشگران شرح داده شد و بر اصل به منظور زمانبندی اسناد دیجیتال به وجود اومد تا دیگه امکان تغییر تاریخ و یا دست بردن در اونها وجود نداشته بشه. چیزی شبیه به یک دفتر اسناد رسمی که البته تا سال 2009 که ساتوشی ناکاموتو بیت کوین رو به وجود آورد خیلی کاربرد نداشت. حالا بلاکچین یک دفتر کل توزیع شده است که کاملا برای همه قابل دسترسه. بلاکچین ویژگی جالبی داره.
وقتی یک سری از داده ها در اون ذخیره و ثبت میشن، تغییر دادنشون اصلا کار آسونی نیست. بیایید دقیقاً یک بلاک رو بررسی کنیم. هر بلاک شامل یک سری داده، هش بلاک و هش بلاک قبلیه. داده های ذخیره شده به نوع بلاکچین بستگی دارن. برای نمونه، بلاکچین بیت کوین جزئیاتی رو درباره تراکنش ذخیره میکنه. از جمله مشخصات فرستنده و گیرنده به علاوه میزان سکه های مبادله شده. همچنین هر بلاک یک هش داره. هش برای بلاک مثل اثر انگشت برای آدم هاست. هش هویت بلاک و کل محتویاتش رو تعیین میکنه و همواره منحصر به فرده، درست مثل اثر انگشت. وقتی یک بلاک به وجود میاد، هش اون بلاک محاسبه میشه. هر گونه تغییر در بلاک هش رو تغییر میده. به عبارت دیگه یک سری چیزها در بلاک باعث میشن هش تغییر کنه. هش ابزار کاربردی و مفیدی برای تشخیص تغییرات در بلاکه. اگر اثر انگشت یک بلاک تغییر کنه، اون بلاک دیگه بلاک سابق نیست. عنصر سومی که در بلاک ذخیره میشه هش بلاک قبله که در ایجاد زنجیره از بلاک ها مؤثره و همین تکنیک باعث میشه که یک بلاکچین تا حد زیادی امن بشه. بذارید با یک مثال براتون توضیح بدم. ما در اینجا یک زنجیره از 3 بلاک داریم. همونطور که در تصویر مشاهده میکنید، هر بلاک شامل یک هش و هش بلاک قبله. از این رو بلاک شماره 3 به بلاک شماره 2 مربوطه و بلاک شماره 2 به بلاک شماره 1. حالا بلاک اول یک مقدار خاص‌تره، چون بلاکی قبل از اون وجود نداره، اسمش رو میذاریم بلاک اولیه یا جنسیس. اگر بلاک دوم دستکاری بشه، هش اون بلاک هم متقابلا تغییر میکنه و هیچ کدوم از بلاک های بعدی معتبر نیستن، چون دیگه هشی که از بلاک قبل به دستشون میرسه معتبر نیست. از این رو اگر یکی از بلاک‌ها کوچکترین تغییری کنه، تمام بلاک‌های بعد از اون نامعتبر میشن. اما برای جلوگیری از دستکاری، فقط استفاده از هش کافی نیست. امروزه کامپیوترها خیلی سریعن و میتونن در هر ثانیه صدها هزار هش رو محاسبه کنن. بنابراین امکان تغییر یک بلاک و محاسبه هش تمام بلاک‌های زنجیره برای معتبر شدن مجدد یک بلاکچین وجود داره. پس برای جلوگیری از این مشکل، بلاکچین از سیستم اثبات انجام کار استفاده میکنه که با وجود اون بلاک‌ها با سرعت کمتری شکل میگیرن. مثلا در مورد بیت کوین، محاسبات لازم برای اثبات انجام کار و افزودن یک بلاک جدید به زنجیره نزدیک به 10 دقیقه طول میکشه. این مکانیزم دستکاری بلاک‌ها رو خیلی سخت یا تقریبا غیر ممکن میکنه، چون اگر که یک بلاک دستکاری بشه، لازمه که فرآیند زمان برای اثبات انجام کار برای تمام بلاک‌های بعد از اون مجدداً انجام بشه. از این رو امنیت بلاکچین به این بستگی داره که تا چه حد از هش کردن و مکانیزم اثبات انجام کار خوب استفاده میشه. یک عامل مهم دیگه هم در حفظ امنیت بلاکچین نقش داره. شبکه بلاکچین توزیع شده است و به جای استفاده از یک نهاد متمرکز برای کنترل زنجیره، از یک شبکه همتا به همتا استفاده میکنه که همه میتونن به اون ملحق بشن. وقتی یک نفر به این شبکه اضافه میشه، یک کپی کامل از بلاکچین در اختیارش قرار میگیره. این گره یا نود میتونه با استفاده از این کپی صحت اطلاعات دریافت شده رو تایید کنه. حالا میریم سراغ این که با تولید یک بلاک جدید چه اتفاقی میفته. بلاک‌های جدید به نودهای حاضر در شبکه فرستاده میشن. سپس هر نود برای اطمینان از عدم دستکاری صحت بلاک رو بررسی میکنه. وقتی همه چیز بررسی شد، هر نود بلاک بررسی شده رو به بلاکچین خودش اضافه میکنه. همه نودهای روی این شبکه یک توافق رو شکل میدن که کدوم بلاک ها معتبرترن و کدوم ها نه. بلاک هایی که دستکاری شده بشن با توافق همه رد میشن. بنابراین اگر کسی بخواد یک بلاک رو روی بلاکچین دستکاری کنه، باید تمام بلاک های دیگر رو هم با فرآیند زمان برای اثبات انجام کار تغییر بده و کنترل بیش از 50% این شبکه همتا به همتا رو به دست بگیره. اون موقع این بلاک هک شده دیگه مورد تاییده. پس میشه گفت که تقلبای این چنینی تقریبا غیر ممکنن. بلاکچین مدام در حال تغییر و تحوله. توسعه قراردادهای هوشمند از جمله تحولاتی که به تازگی رخ داده. این قراردادها برنامه‌های ساده‌ای هستند که روی بلاکچین ذخیره شدن و میتونن طبق شرایطی خاص برای تبادل خودکار کوین‌ها مورد استفاده قرار بگیرن و
فناوری بلاکچین به سرعت توجه عموم مردم رو به خودش جلب کرد. خیلی زود بقیه متوجه شدن که این فناوری میتونه در زمینه‌های مختلف دیگه‌ای مثل ذخیره سوابق پزشکی، ایجاد یک دفتر ثبت اسناد رسمی دیجیتال و جمع‌آوری مالیات استفاده بشه. برای کسب اطلاعات خب همونطوری که دیدین یه توضیح کلی در مورد بلاکچین داد و گفت این داستان از چه قراره و اینکه ما چجوری حالا ازش میتونیم سرویس بگیریم و اتفاقاتی که روی این بستر میفته، کاربردهای اون مخصوصا روی اسناد پزشکی، املاک و مستغلات چقدر اهمیت داره و جلوگیری از دستکاری در این اطلاعات چقدر مشکلاتی که این روزها آدم‌ها باش مواجه هستن رو به حداقل میرسونه. یه داستانی داریم به نام پول فیات. پول فیات میدونین چیه؟ اونایی که میدونن مثبت رو بزنن، اونایی که نمیدونن منفی رو بزنن. این 144 نفر دوست عزیزی که سر کلاس وجود دارین، ببینم چیکار میکنید. مثبت منفی، مثبت منفی، همه بزنن، همه شرکت کنن لطفا. پول فیات چیست؟ اونایی که میدونن مثبت، اونایی که نمیدونن منفی بزنن. هیچ اتفاق هم نمیفته. صدای من میاد؟ دوستان صدای من راحت میشنون؟ صدای من میاد. من احساس میکنم سیستم کند شده. اینجوری شد. صدای منو دارن دوستان؟ من نمیدونم چرا صفحه من خیلی کند شده و هیچ عکس العملی هم از بقیه دوستان توی صفحه نمیبینم. آی یوسفی عزیز، آی حسینی، جناب آی حسینی پشتیبان عزیز، چرا صفحه به حالت هنگ در اومده؟ من میکروفونم هم غیر فعال شده فکر میکنم. خب بعضی موقع پیش میاد این اتفاقات توی کلاس های آنلاین و خب جز شیرینی های این کلاسه فکر میکنم. دوستان صدای من اگر میشنون یه عکس العملی نشون بدن. آیه حسینی اگر صدای من میشنون با موبایل من تماس بگیرین ببینیم این مشکل رو چجور حلش کنی. سلام، خوب هستین؟ من الان سیستم، نه اصلا سیستمم انگار هنگ کرده و بستمش. یه بار دیگه بیام. خب یه بار دیگه بزنم به چرخه. اوپن اپلیکیشن رو بزنم. درسته دیگه؟ ببینید من اومدم تو روم، فقط نمیدونم چرا فکر کنم اومدم تو روم. بسیار عالی، ممنون، متشکرم. فقط هنوز صفحه باز نشده. آره لود شد الان دیگه. بسیار خوب، باشه باشه، ممنون، متشکرم، مرسی. خب دوستان الان صدای منو میشنون؟ دوستان صدای منو میشنون الان؟ بله، ببخشید و من یه لحظه هنگ کرده بود دیگه. اگه این آقای حسینی نباشه ما گیر میافتیم دیگه.
خیلی ممنون، متشکرم. پس رسیدیم به این نقطه که اکثر دوستان پول فیات رو میدونستن چیه و حالا من توضیح بدم برای اینکه جریان از چه قراره. ببینید اصلا خود داستان پول چیه؟ پول برای مبادله است. از این سال پیش هم به وجود اومده و زمانی که پول وارد مبادلات تجاری شد، خیلی از مشکلاتی که مربوط به مبادلات کالی به کالی بود، میمدن کالا میدادن، مرغ خروسش رو میدادن، نمیدونم خدمات فلان میگرفته و سرویس های اینجوری میدادن رو راحت کرد. اما یه اتفاقی بعدش میفته، این که این پوله دست کیه؟ دست خدمتون عرض شود که یه سری آدم خاصه دیگه. قدرته چند تا کارکرد داره پول. اول براتون بگم کارکرد اول پول اینه که وسیله برای مبادله است که همه میدونیم، و کارکرد دومش شمارندگی اونه، یعنی ارزش یک کالا رو مشخص میکنه. مثلا ارزش این موسی که دست منه آریاله و این آریاله تعداد اون واحد اون پوله، پس شمارندگی هم داره. مورد سوم اینه که یه روشی برای ذخیره ارزشه، یعنی اگر مثلا کالای فاسد شدن یه طرف شیر میخواد بفروشه، نمیتونی گرش داره حالا تا یه هفته بفروشش تا مشتری حالا بیاد پیدا. یه کسی که میاد میتونه اینو پیش خرید بکنه، یا اینکه مثلا یه شرکت بزرگتری بخره اینا رو. این عملا چیه؟ برای ذخیره سازی ارزش مورد استفاده قرار میگیره. برق اینجور آب و برق و اینا هم جزء این موارد هستن. و در نهایت روشیه برای پرداخت های آتی، مثل فروش خرید اقساطی، فروش های اقساطی که به شما انجام میشه. یه ماشینی رو لیزینگی میخری، رو چه تعهدی پرداختش رو داری؟ بر اساس یک واحد پول، که اینها چهار کاربرد واحد پول هست. در جاهای مختلف هم خب به هر حال یه چیزایی توی نظریه های مختلف اقتصادی بهش اضافه میشه، کم میشه. اما این داستان کار کرده پول چجوری به وجود اومد؟ گفتن این پوله که خودش به خودی خودش کار ارزشی که نداره، یه کاغذه، یه سکه است. اونی که سکه بود خوب بود، اونی که کاغذ شد گفتن پشتوانش چی بذاریم؟ یه ارز با ارزش بذاریم، یک ارز با ارزش بهش اضافه کنیم. یعنی چی؟ بیام یک مثلا طلا بذاریم پشتش، نقره بذاریم. سکه ها قدیمی دیدین، حالا یه سری هم چه میدونم 5 تومانی 10 تومانی اگه از گذشته داشته باشین، 2 تومانی 1 ریالی 2 ریالی، این دایره بغلش دیدین، بغل سکه یه شیارایی داشت. بخاطر اینکه اون شیار، این خود اون سکه خودش وزنی ارزش داشت، معادل همون عدد که روش نوشته شده بود. بعد یه سری می اومدن چیکار میکردن؟ اینو میتراشیدنش. از اون تراشیدنها که انجام شده بود می اومدن مثلا آب میکردن و این قلعش استفاده میکردن، لذا اون خطا رو گذاشتن که نتونن این دایره رو کمش بکنن. حالا این کلکی بود که اون موقع انجام میشد و بعد این به قول معروف آنتی کلکی که بهش دادن جلوشو گرفتن. اما بعدها اومد پول کاغذی که بهش میگیم پول فیات، پول بی ارزش، پول بدون پشتوانه. پول فیات، پول بدون پشتوانه ایجاد شد. قبلتر از اون چجوری بود؟ دلار پشتوانش طلا بود، ولی این آقای نیکسون رئیس جمهور ایالات متحده یه کلاه بزرگ سر کل دنیا گذاشت، اومد چی گفت؟ گفتش که آقا همه این حرفایی که میزنید درسته، دمتونم گرم، ولی من تا الان پشتوانه دلار طلا بوده، ولی از امروز دیگه نیست. چون معادل اون همه میمدن طلاهاشون رو میدادن دلار میگرفتن، بعد از یه جایی به بعد اینا اومدن دلار بیش از حد چاپ کردن و این اتفاقی بود که افتاد. و در نهایت دهه 1970، یعنی دقیقا سال 1971، بریتون تو نشست بریتون وودز بعد از جنگ جهانی دوم، نیکسون اومد دبه کرد، گفت آقا دیگه از اینجا به بعد نیست. این یک جواب برای کسایی که به شما بعد از این کلاس میگن که این بیت کوین پشتوانش چیه و اصلا پشتوانه داره. نه، بیت کوین پشتوانه ندارد. بیت کوین جز تنها دارایی‌های 100 دارایی با ارزش دنیاست که نه مدیر عامل داره، نه دفتر مرکزی داره، نه شرکت داره، نه پرسنل داره، نه از جای وام گرفته، نه به قول معروف تحت یک قانون یا حمایت خاصی در دنیا قرار گرفته، بلکه از ارتباط و تعهد و خدمتتون عرض شود که مقبولیتی که خود سرمایه گذاراش بهش میدن به این قیمت چند هزار دلاری رسیده. و این نشونه خیلی خوبیه. یک شرکتی که هیچ کدوم از اینا رو نداره، جز 100 تا حالا میگم شرکت، یک دارایی که
هیچ کدوم از اینو نداره، به عنوان یک دارایی با ارزش در دنیا شناخته شده و ارزش هم دارن استفاده میکنن و فقط پشتوانش اعتماده. اگر کسی پرسید اعتماده، خب تو که چجوری اعتماد کردی؟ دیدین که آدمایی که مثلا دنبال اینن که سوالات ذهنی خودشون رو جوابش رو پیدا کنن با یه روش از بالا به پایین دنبال اینا هستن، نه من جواب اینجور آدما رو سعی میکنم مثل خودشون بدن. شما هم همین کارو کنید. تو الان دلار با ارزش دیگه، آره بهش اینجوری باید جواب بدی، بهش اطمینان داری دیگه، آره دیگه تکون میخوره. ببین توی میدونا نگاه کنی صرافیایی که هستن ملت جلوش صف کشیدن، بهش اعتماد داری دیگه، یه خورده این پام پام میکنه، در نهایت میگه آره دیگه، بقالی سر کوچه‌شون هم دلار رو میشناسه. و پشتوانش چیه؟ اگه گفت طلا که همونجا به نظر من با گوله بزنی تو پاش. این آدم یعنی هیچی نمیدونه. اگه گفت آره میدونم طلا بوده، بعد تو بریتون وودز دیکسون اومد همچین کلکی زد و پیچوند و در رفت، بهش میگه خب این دلار هم که هیچ پشتوانه ای نداره، تو چجوری بهش اطمینان میکنی؟ و جوابش اینه، پول فیاته و پول فیات چون در اختیار، اصلا کلن کانسپت پولا، پولای فیات در اختیار دولت هاست و کسی دیگه غیر از اونها نمیتونه چاپ بکنه، در نتیجه هرچی چاپ کنن کردن دیگه. حالا این ارزشه، شما مثلا اگه 40 سال پیشو نگاه کنی، 50 سال پیشو، 30 سال پیشو، 10 سال پیشو نگاه بکنی، ارزش ریال چقدر کم شده؟ یعنی ارزش خریدی که مثلا شما با 100 هزار تومان اگه میرفتین تو این فروشگاه زنجیره‌ای 200 تومان میرفتی یه سبد پر خرید میکردی، الان بری فکر میکنم مثلا دو تا شامپو میتونی بخری، یه دونه شامپو میتونی بخری. و جالب براتون میگه این فقط برای ما اتفاق نیفتاده، برای تمام دنیاست. دهه 1970 که این رفیقمون همچین کلکی به دنیا زد، دو دلار اون موقع معادل 100 دلار الان ارزش توان خرید داره. پس این در سراسر دنیا اتفاق افتاده، برای ما فقط نیست، علتش هم مشخصه. اما راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که این ارزی که رو بلاکچین اومده اصلا مدیریتش با کسی نیست، کسی نمیتونه مدیریت کنه اینو، قانون نمیتونه براش بحث کنه. بیت کوین 21 میلیون استخراج میشه، به نظرتون حستون چیه؟ فکر میکنید تا الان چند میلیونش استخراج شده؟ بیت کوین تا الان از 21 میلیون چقدرش استخراج شده؟ 10 میلیون، 8 میلیون، 18 میلیون، 6 میلیون، 5 میلیون، 80 میلیون، بابا کلش 21 میلیونه. سوالی 19 میلیون، 20 میلیون، 13 میلیون، 18 و 3، آفرین. 18 بیشتر بود. آفرین، دقیقاً، آفرین. بالغ بر 18.5 میلیون بیت کوین، 18 میلیون 600 هزار بیت کوین استخراج شده از 21 میلیون، یعنی کمتر از 2.5 میلیون دیگه برای 7 میلیارد جمعیت کره زمین بیت کوین باقی مونده. به همین خاطره که میگن اگر کسی 0.28 BTC داشته باشه میتونه تو 1% ریچست دنیا قرار بگیره. یعنی اگر شما حدود 2300 میلیون بخری در مثلا چند سال آینده جزء ثروتمندان دنیا قرار میگیری. پیش بینی های قیمت بیت کوین چقده؟ الان که فهمیدیم حدود 50000 دلار هر قیمت هر واحد بیت کوینه. 100000 تا پایان سال 2021. 150 اینا هزار منظورشونه دیگه، 150 دلار که قطعا نیست، اگه بشه خیلی خوبه ما هم میخریم دوباره. 100000 تا 800000 تا 500000 تا، بابا خیلی آدم باحالی دارن. 1 میلیون، آفرین. دنبال همین آقای فرهاد حسنی بودن، گرفتمش، پیداش کردم. آقای فرهاد حسنی یه جایزه پیش من داری اگه جواب این سوال منو درست بدی، یعنی یه تخفیف ویژه بهت میدم. آقای حسنی کوشی رفت، اگر جواب سوال منو درست بدی، کی میگن 1 میلیون و چرا میگن 1 میلیون؟ اگر اوکی میکروفونتو باز کنن. یه میلیونیه کو آقای حسنی عزیز، فرهاد حسنی دوست عزیز، جایزه از رگ گردن به شما نزدیکتره. رایز هندو بزن بغل اون بالا،
رایز هند رو بزن، من بهت اکسپت میکنم، توضیح بده که چرا میگی 1,000,000 میشه بیت کوین. خب فکر کنم امکانش نیست براشون این کار کنه. دوست دیگه، اگه کسی دیگه میتونه توضیح بده که چرا میگن بیت کوین میتونه 1,000,000 بشه، 1,000,000 دلار، و تا کی این اتفاق میفته. رایز هند بزنه همین بالا بغل چیز، اول نفر که بیاد جوابش درست باشه من بهش یه تخفیف توپم میدم. بریم گوشی بزنید دیگه، هیچکی نیست، من نمیتونم پیام ها رو بخونم، خیلی زیاد داره زیر هم میاد. خب اپروف کیوان اومدی بالا، میکروفونت بازه. سلام استاد، سلام. فکر میکنم بر اساس تعداد بیت کوینی که وجود داره و مردم دنیا میگن 2028 اینطوری میشه. نمیدونم، من حد زدم. آها بسیار عالی. حدسم برای اینه که بر اساس تعداد بیت کوینی که وجود داره و تعداد مردم دنیا میگن که قیمت بیت کوین این مقدار میشه. اوکی یه خورده کاملتر باید بگیم. ممنون ازت. اگر میکروفونتو ببندید که اگر نفر دیگه ای میخواد جواب بده من در خدمتشون باشم، اگر نه خودم توضیح بدم. خب یکیشون اپروف کنم بذارید. خانم نگار رضایی اصل میکروفونتون رو باز کردم. به خاطر اینکه کلا واسه 7,000,000 نفر 21,000,000 7 میلیارد وجود داره و این 7 میلیارد نفر و اینکه مقدار استخراجش توی فکر سال 2140 تموم میشه مقدارش، به خاطر همین ارزشش میره بالا دیگه. درسته. چه جوری رسیدن به 2028؟ هر 4 سال اون هاکینگی که میخوردش و نصف میشد مقدار استخراجش، پیش بینی شده بود که توی اون سال دیگه به کمتر از 25 بعد اون میرسه یا یه همچین چیزی. بله بله درسته. خب من یه بار دیگه فامیلی شما رو بپرسم خانم. من توضیح بدم استاد، من توضیح بدم. خواهش میکنم بفرمی. این خانومی که جواب داده رفت زمانی میرسه. سلام میکنم خدمتون. سلامت بشین. سلام و خسته نباشید، دارم خدمتتون. این زمانی میرسه که استخراج بیت کوین دیگه به پایان برسه، دیگه این بیت کوین وارد معاملات بشه، اون پایان استخراجش رسید، بیت کوین ممکنه قیمتش به 1,000,000 دلار هم برسه. درسته. البته جواب صحیح‌تر پایان ممنون متشکر. خب اگر دوستان میکروفوناشونو ببندن که من اینور نویز نداشته باشم ممنون میشم. جوابو شنیدیم. جواب صحیح ترین جوابی که ارائه شد این بود که با توجه به هافینگا نصف شدن استخراج پاداش بیت کوین، این باعث میشه که عرضه کمتر شه تو بازار. هرچی هم میریم جلوتر دیدین دیگه تعداد چیزها هم عرضه ها هم به حداقل میرسه. حتی نقطه ای رو اشاره کرده بودن که به خاطر این، ببخشید من همینا رو دارم دیزیبل میکنم میکروفونا رو که نویز نیفته روی وایسمون. خب جواب خانم، حالا دیگه گفت من دیگه پیداش نمی کنم این خانمی که توضیح دادن، من یه تخفیف میتونم بهشون بدم تو دورهای که میخوام برگزار کنم، نهایتش برای من اسمشون رو بنویسن اینجا که من یادداشت بکنم بعدا بهشون بگم بعد چجوری عمل شه. 2140 بیت کوین پیش بینی میشه استخراج 21,000,000ش به اتمام میرسه. تا پایان 2030 ما به بیشترین میزان بیت کوین استخراج شده میرسیم و عملا دیگه استخراج زیادی صورت نمیگیره. هافینگایی که انجام میشه که توضیح براتون میدم میزان استخراج رو به حداقل میرسونه و جایزش رو به کمترین میزان، و خب این عرضه و تقاضاست که در یک بازار و اقتصاد صحیح قیمت رو میتونه تعیین کنه. خب بریم جلوتر، یه تاریخچه بیت کوین میخوایم ببینیم. قبل از اون خب بزنید دارن یکی میگه اینجا خانم، خودشون قطع شدن رفتن بیرون فکر کنم، خانم نگار رضایی، حالا ایشون اگر دوباره تشریف آوردن یا تو کلاس